سعید کنگرانی بازیگر فیلم جنجالی در امتداد شب در گفتگو با آخرین شماره مجله عصر اندیشه پیرامون تاریخ سری سینمای ایران از روابط پنهان و وقایع ناگفته سینمای پیش از انقلاب پرده برداشته است. او از نمونه‌های نادر سینمای ایران است، بازیگری که در نیمه دوم دهه 1350 ناگهان به یک فوق ستاره تبدیل شد، اما دوران شهرت او بسیار کوتاه بود. او را باید یکی از قربانیان برجسته سینمای عصر پهلوی دانست، سینمایی که نه به عوامل خود و نه به مخاطبانش رحم نکرد و آنان را به قهقرای سقوط کشاند. اما سرنوشت سعید کنگرانی با اکثر عوامل آن سینما نیز فرق داشت. او که پس از بازی در چند فیلم شبه روشنفکری موسوم به موج نور به چهره جذاب تبدیل شده بود، در برابر پیشنهاد بازی در فیلم مستهجن در امتداد شب قرار گرفت و هم بازی فائقه آتشین شد. از رهگذر بازی در این فیلم او به شهرت بی سابقه رسید که حتی جایگاه بازیگرانی مانند بهروز وثوقی را تهدید می کرد. اما همین شهرت چنان که خود می گوید برایش دار مکافات گشت و روزهای تیره ای را پیش روی او قرار داد. سینمای ایران در آستانه دهه 1340 دارای ساختار و مناسبات خاصی است. از این طرف درباره به عنوان متولی دولتی سینمای ایران وارد عرصه شد. شاخص‌های آن هم فیلم‌هایی مانند گنج قارون، موسرخه و یا فیلم‌هایی موسوم به موج نو مثل قیصر است. وقتی از کنگرانی می‌پرسند که خیلی‌ها می‌گویند این حرفای تو هم شعار است و مخاطب نمی‌پذیرد، شما سندتان کجاست؟ او می‌گوید یکی از سندها خود منم. یک سرمایه دار صاحب مرغداری های عظیم، کسی مثل هجبر یزدانی که فقط در کار تجارت و تولید نبود بلکه پس پرده با سه نفر دیگر مثلا خرم در استدیوی سرمایه گذاری می کردن و همان زنانی را که اشاره کردم در سراسر ایران نشان می کردن، به خیابان ارباب جمشید می آوردن و فلان تهیه کننده از فقر و ضعف مالی آن دختر خانم استفاده می کرد. همانجا از پدر بدبختش دست خط می گرفتن که دخترش باکره نیست، تا بعد از عقد قرارداد با او هر بلایی که سرش می آید پدر حق اعتراض نداشته باشد. فیلم رضا موتوری در آریانا فیلم آقای شباویز تهیه شد. من خودم در آنجا شاهد بودم که یک پدر بسیار فقیر دخترش را که شاید بیش از 15-16 سال نداشت و باکره بود آورد. قرار گذاشتن دختر نقشی را بازی کند و تبدیل به ستاره شود. کل پولی که آقای شباویز بابت قرارداد و دستخطی که از پدر دختر گرفت مبنی بر اینکه باکره نیست 7000 تومان بود. این نمونه ایست که من خودم دیدم. در حدود سال 1349 بود و دختر به سن قانونی نرسیده بود. سلسله مراتبی که امثال این خانم را کشف می کرد در جامعه هنری ما توسط یک پاانداز انجام می شد. این یک شغل بود و طرف فکر نمی کرد که دارد کار بدی می کند. وقتی سینما نیاز به سیاهی لشکر داشت، دو نفر بودند به نام خانم بهرامی و آقای حسن دکتر. هر تیپ دختری را که می خواستید اینها برایتان پیدا می کردند. امروز هم در سینما چنین آدم هایی را داریم که از هر من شمس هستند و همه ملت هم می دانند. مثلا تهیه کننده می گفت یک دختر باکره 14 ساله می خواهم، یا مثلا یک دبیرستانی می خواهم که 20 ساله نشان بدهد. چون قصه فیلم طوریست که فیلم بکارت او را بر می دارد. مثل فیلم قیصر که جلال با آن دختر تجاوز کرد. در فیلم اصلی کاملا آن دختر را که سنی هم نداشت برهنه کردند، ولی در نسخه بعد از انقلاب جام و جورش کردند. کسانی بودند که گندلات رسمی بودند، الان هم هستند. لاتهایی بودند که از کاباره ها محافظت می کردند. لاتهایی هم بودند که بادیگرد مادر شاه بودند. البته در تاریخ سینما و تواریخ مختلف آمده که فرخ قفاری برای جشن هنر شیراز یک عدد بازیگر را از شهر نو انتخاب کرد و به تئاتر آورد. اینها در جشن هنر هم بازی کردند و بعداً گروهی را تشکیل دادند که در کتاب شوالیه‌های ناتوی فرهنگی شرح آن را نوشتم. خانم خجسته کیا مادر رامین جهانبگلو، همسر امیر حسین جهانبگلو، همراه فرخ قفاری به شهر نو می رفت و آنها را انتخاب می کرد.
دخترها را ستاره دار می کردن و بعدا برای شیوخ عرب صادر می شدن. ما درباره دوره حرف می زنیم که رژیم شاهنشاهی تلاش می کرد چهارنل خودش را به الگوی آمریکا برساند. البته یک بخش عظیم سیستم هم به فرانسه نظر داشت که در همین سینما سهم دارد. موج نو که اساساً کپی برداری از سینمای فرانسه است. فریدون هویدا، برادر امیر عباس هویدا، همان موقع در کایدو سینما مقاله می نوشت و همان گرایش را هم به ایران آورد. خود هویدا هم دایه روشنفکری از جنس فرانسوی داشت. این مال موقعی است که پدرش را فراماسونری از لبنان به فرانسه برد. او درباره گوگوش می گوید گوگوش هم از طریق همین مناسبت به سینما آمد که نوشافرین آمد. دورانی که من با ایشان آشنا شدم شرکت فیتسی که مخفف انگلیسی شرکت صنایع گسترش سینمای ایران است تأسیس شده بود و خانم گوگوش با آن قرارداد داشت. همسر اشرف مدیرش بود. دکتر بوشهری و چند نفر دیگر مثلا وقتی می‌خواستن برای یک مهمانی دربار از آنجا خانم خارجی بیاورند، خانه فرهنگ ایران در پاریس وارد عمل می‌شد. مأموریت اینها بلند کردن دختر و پسر برای دربار بود. هر قدر هم که دختر و پسر محبوب تر و خجالتی تر بودن، خوراک اینها بود. برای چنین پسر یا دختری ضیافت های آنچنانی دربار مثل یک رویا بود. قرار بود با این پسر چه کنند؟ 5 تا خانم سناتور یا خانم وکلای مجلس با این پسر دوست می شدن و سر این قضیه بین زنها دعوا را می افتاد. این خانم ها که گفتم از طرف اشرف به چند بچه لات جنوب شهر پول می دادند که برای او پسرهای زیبا پیدا کنند و بیاورند. دوره من می خورد به زمانی که اسم طلا بر سر زبانها بود. من در بعضی از جشنواره‌ها و مهمانی‌ها این قبیل افراد را می دیدم. یک خانم بسیار زیبایی را که زن یک سبزی فروش بود همین ها آوردند. او پایان بندی صحبتهایش را به گوگوش می رساند و می گوید در آن ایام خانم گوگوش همسر آقای قربانی بود که کاباره میامی را مدیریت می کرد و یک مشلات هم همیشه با اینها بودند. یک شب کاباره میامی را برای اشرف و پسرش شهرام که در یوسف آباد بود قرق کردند. شهریار پسر دیگر اشرف هم در پاریس ترور شد. از شوهرهای دیگرش دختر و پسر داشت ولی شهرام چشم و چراغ مادرش بود. شهرام اولین کسی بود که از دربار پایش به کلانتری باز شد. از آن که در آن لحظه حالیش نمی شود که طرف کیست بازداشتش می کند. خلاصه کاباره میامی و گوگوش اجرای مخصوص برای این خانواده گذاشتند. شهرام بغل اشرف نشسته و کاملا مست کرده بود. آن شب داریوش هم آمده بود. مثل اینکه آن اوایل قرار بود با گوگوش ترانه دو صدایی اجرا کنند. ولی بعد قربانی کشف کرد با هم رابطه دارند. فاش شدن این رابطه درست به اواسط فیلم در امتداد شب برمی گردد و آقای قربانی یک عدد لات را فرستاد تا داریوش را با غمه بزنند. آن شب گوگوش همین که به اشرف تعظیم می کند و می خواهد میکروفون را بردارد، شهرام بلند می شود و یقه گوگوش را می گیرد و او را پایین می کشد که ببوسد. ساواک اجازه نداده بود کسی بو ببرد که آن شب چه کسانی به کاباره دعوت شدن. بادیگاردهای گوگوش هم خبر نداشتن اینها چه کسانی هستند و ریختن و شهرام را حسابی کتک زدن. من شب بعد از این اتفاق برای اولین بار همراه آقای فرمانارا خانم گوگوش را با خانم زویا زاکاریان که اغلب ترانه‌های ایشان را میگفت در اتاق مخصوص مبلی که ایشان در کاباره میامی داشت دیدم. در یکی از طبقات هتل یک پنت‌هاوس داشت که هیچ وقت آنجا را به کسی نمی دادن و مخصوص خودش و مهمانان داخلی و خارجیش بود. من بعد از اینکه صحبت‌هایم را با آقای فرمانارا کردم، همه را به مرحوم هریتاش انتقال دادم. در وضعیت سینمای آن زمان من جوان که داشتم راهم را درست می رفتم و تا آن زمان هیچ کار بدی انجام نداده بودم، نه قمارباز بودم، نه به مهمانی‌های آنچنانی می رفتم و خیلی راحت داشتم زندگی طبیعی خودم را می کردم و در ضمن درسم را هم می خواندم. فرمانارا با کمال ناجوانمردی و با توطئه مرا از دست آقای هریتاش درآورد و علیه ایشان بد گفت. بعد هم به من توصیه کرد که حواست جمع باشد، از امروز با این آدم رفت و آمد نکنی و ضمناً به او هم نگو من این حرفا رو به تو گفتم. نگو توطئه‌اش بوده است. تأثیر قرارداد 5 ساله که طراحش خود ایشان بود به هدف بخوره.
آن روزا ماموران پخش شایع در سینما زیاد بودند. الان هم هستند. در جامعه سینمایی پخش کرد که هر کس که می‌خواهد با سعید کنگرانی کار کند باید بیاید از من اجازه بگیرد و ایشان زیر امضای من است.